فارماکولوژی 2 داریم میخونیم از دفترمون. کدوم تاپیک؟ تاپیک شماره 20، فارماکولوژی آف اکازانوئید دراگ اکتینگ آن اسموس ماسل ریلکسند فارماکولوژی آف دی یوتری. خب من تو دفترم نوشتم که مدیکال یوز آف پروستاگلندین ها یوز این دیفرنت فیلد، مثلا در جینکولوژی برای ابورشن به صورت توپیکال، باید بلنشی بشین تو بتونیم بخونیم، به صورت توپیکال اینتراواژینال یا به صورت اینترا آمنیون کویتی تو شکم اور اینترا ماسکولار اینجکشن استفاده میشه. اینترا آمنیون، اینترا واژینال اینجکشن اینترا ماسکولار و یا توپیکالی. کیا استفاده میشن برای جینکولوژی و ابورشن؟ یعنی سخت پروستاگلاندین E2 و F2 آلفا. حالا اسم آگونیست پروستاگلاندین E2 که معلم گفته دینوپروستوم و پروستاگلاندین F2 آلفا دینوپروست. گفته معلم اسم دیگه دینوپروستوم، گفته دینوپروستوم یا سولپروستوم و دینوپروست یا کربوپروست استفاده شه. پس بگو دینوپروستوم، سولپروستوم برای پروستاگلاندین E2 و پروستاگلاندین F2 آلفا دینوپروست و چی؟ کربوپروست. آه این دینوپروستون، اون دینوپروست دیگه F2 آلفا. گفته کیمیکال مودیفیکیشن تو هاف بهتر فارماکوکینتیک میتونیم روش انجام بدیم. ات ارلی پریگننسی تو 60 روز انیبل تو پرودیوس کامپلیت ابورشن. اما گفت سمانه دوم. At early pregnancy, unable to produce complete abortion. اول باید میفپروستون داد و بعد در دوز بعدی جمپروست داد که آنالوگ پروستاگلاندین ایوانه و میفپروستون آنتاگونیست پروژسترونه. نوشتم اول باید میفپروستون داد که آنتاگونیست پروژسترونه، اونایی که میخوان ابورشن کنن، و بعد دوز و بعد از 2 روز و بعد هر روز بعد نخند و بعد از 48 ساعت، اینجا یه 48 ساعت نوشتم، 2 روز بعد چه 48 ساعت دیگه بلی. و بعد 2 روز بعد جمپروست یا جنپروست نوشتم که آنالوگ پروستاگلاندین ایوانه داده بشه برای ابورشن. میفپروستون و بعد جنپروستون اون دینه پروستون، سول پروستون، دینه پروست، کارب پروسته. میگه حالا اگه تو 2 ماه هست میخواد سخت کنه، اول میشه پروستون بده بعد جمع پروست بده، ولی تو سکند تریمستر اونا رو بده. بعد نوشتم که میفی پروستون اووک مور پاورفول افکت آف پروستگلندین. کار میفی میفپروستون میگه آنتاگونیست پروژسترونه و اوک میکنه مور پاورفول افکت آف پروستگلندین ها رو، چون یه کاری با رسپتورا میکنه. یوز این والیوم، نه این وکیوم آسپیریشن، یوز این وکیوم آسپیریشن تربو پروستون، کربوپروستون استفاده میشه برای وکیوم آسپیریشن برای ابورشن. این وکیوم آسپیریشن چیه؟ فورس ساکشن ترمینیشن برای ابورشن میکن میگه اکسشا به اینا میگن چی کرده تو با وکیوم بچه رو میکشه بیرون، گرفته چی رو بچه رو خورد میکنه، نطفه رو خورد میکنه. وقت گفته کربوپروستون، الان کربوپروستون کجا بود؟ اونجا کربوپروستون پروستگلندین F2 آلفا استفاده بشه و برای این تیبی که الان سختش کنم. من تیبی میذاری ما مامان درس بخونم یا نه؟ قربونت برم. گفته also used in labor. حالا labor گفتیم یعنی چی؟
یعنی درد پایانی زایمان. گفته when oxytocin is contraindicated، وقتی که طرف اکسیتوسین که باعث انقباضات رحمی میشه نتونه استفاده بکنه، از پروستاگلاندین باید استفاده کرد تا با زایمان انجام بشه. To use after delivery، حالا پروستاگلاندین ها بعد از دیلیوری، بعد از زایمان استفاده میشن to stop uterine bleeding، برای جلوگیری از خون متوقف کردن خونریزی رحم. و may happen after delivery، حالا اون خونریزی که بعد از دیلیوری رخ میده رو بهش میگیم postpartum. After delivery postpartum bleeding داریم. این چیه نشدی؟ کربوپروستون. و چیه؟ For abortion. Vacuum aspiration for abortion. بعد نوشتم گاستروانترولوژی. در این کاغذ رو میگیری اینجوری؟ در گاستروانترولوژی بایستی از میزوپروستول استفاده کرد. میزوپروستول پروستاگلاندین ایوان آنالوگه، یونیک فیچر داره، دستت برنزی، یونیک فیچر داره، اورالی یوز میشه، خیلی گود اورالی یوز میشه. میزوپروستول رزیستنس تو جی آی لومن سکرشنه. میزوپروستول مقاومه به جی آی لومن سکرشن، یوز فور لانگ ترم انساید. گفتیم انسایدا باعث پپتیکوسر میشن. میزوپروستول که پروستاگلاندین ایوان آنالوگ موکوس رزیستنسی میده. و نوشتم که چون این افراد احتیاج به یوزیج دارن، مثلا به محافظت از جی آی دارن، چون دیگه بلدی دیگه، چون که داره اولسر میشه. اوکی، not so often used، نه بعد میزوپروستول زیاد استفاده کرد. چرا؟ چون دلیل اول باعث دیار آمشه و دلیل دوم other option، گزینه بعدی اینه که پروتون پمپ اینهیبیتور استفاده کنیم. چی؟ یعنی این که همین دیگه، گفته که چرا نباید زیاد مدت دیار، چون باعث اسهال میشه. یه آپشن دیگه هست، پروتون پمپ اینهیبیتور استفاده کنیم تا مشکل جی ترکت و انساید رو حل بکنیم. بعد نشتم To prevent ulcer. و پروتون پمپ اینهیبیتورها چیپرن، ارزون ترن تا پریور کنیم از اولسر، تا میزوپروستول که آنالوگ پروستاگلاندین. پروتون پمپ اینهیبیتورها حالا چند تا پروتون پمپ اینهیبیتور نام ببر؟ همه اونا که آخرش بود لدیگه، اومپرازول، دیفرازول. آره جا هم قصرشان دارم، هر ست میان قصر میخوام. آدر مدیکال یوز وازو دیلیشن افکت دارن پروستاگلاندین. حالا کدوم پروستاگلاندین؟ پروستاگلاندین ایوان که اسم داروش هست آلپروستاندیول، پروستاگلاندین آی تو که اسمش هست اپوپروستنول، و پروستاگلاندین آی تو که دریویتیوش اسمش هست ایلوپروست، اپوپروستنول و آلپروستاندیول. من نوشتم آن هارت دیولوپمنت کانجنیتال افکت، روی دیولوپ قلبی بچه ها اثر میذاره. و تو کیپ اوپن داکتوس، آها گفتیم همون داکتوس آرتریوروزوس رو چکار میکنه؟ اوپن نگه میداره. بعد دیگه این ساید افکت دیگه نه، تو وقتی که تو بچه هست، تو جنینه نگه. تو کیپ سرجری آیوی اینفوژن، نه تو کیپ تیشیتین هارت سرجری بوتالی نمیدن. گفته وین وازودیلیتوره، اون وقت چون وازودیلیتورن اینا پولمونری هایپرتنشن میارن، که پولمونری هایپرتنشن دو نوع پرایمری و سکندری داره. گفته باید بلد باشید پاتوفیز، اوکی، و آیوی ایز نیدد، بایسته آیوی استفاده بشه. مسلمان پرایمری هایپرتنشن پولمونری به دلایل خود پولمونری و سکندری دلیل بیماری دیگه است که باعث اون شده. left ventricle failure. گفته other usage، پس وازودیلیتور یکی از یوزای پروستاگلاندین است با این سه تا دارو. اوکی، حالا other use of پروستاگلاندین erectile dysfunction when these should inject to make erection. گفت تو خود چیزم بزنید. آره کدوم دارو بود؟ گفت intracavernous استفاده شد. میکردیم پس گرم نمیدیم. بعد آنتی پلاتلت اکتیویتی هم دارن، همین سه تا دارو که آنتی پلاتلت اکتیویتی هم دارن،
تست این اکسترا سیلیتد سرکولیشن. خلاصه انتی پلاتلت اکتیویتی هم در میشه. دیورینگ همودیالیزی سرجری این کانتکت ویت پلاستیک سرفیس خون قرار میگیره، آنتی پلاتلت دراگ احتیاجیم تو همودیالیز تو اینهیبیت ترومبوز فورمیشن، درسته؟ تو یوز کلینیکال اینترمدینت، یعنی کسانی که راه میرن و پاشون میگیره، تو یوز کلادیکال اینترمدینت، کلادیکال اینترمدینت یعنی کسایی که راه میرن و بعد پاشون میگیرن واسه آنتی پلاتلت بخورن، اونایی که پاشون نمیگیره. پروستاگلندین اف 2 آلفا آنالوگش هست لاتانوپروست، لاتانوپروست که آیدراپ داره تو تریت گلوکوما. بگو لاتانوپروست اینترا آکولار پرشر رو کم میکنه تو تریت گلوکوما، که اینترا آکولار پرشر رو کم کنه. اما ساید افکت پروستاگلندین ها when sufficient amount go to blood باعث ومیتینگ و ابدومینال پین میشه به خاطر intestinal and uterine contraction. هم intestinal contraction هم uterine contraction باسه abdominal pain و vomiting میشه استفراغ. برونکو constriction از عوارضشونه، به علاوه blood pressure alteration. Fever can be side effect also برای پروستاگلندین E2 باعث تب هم میشه. other family locotrienne ها میدن آراکیدونیک اسید، میدن 5-HPET که میده 5-HETE، بعد HPETE میده، بعد نوشتم اینا همه جی کیو ان، تمام لوکوتریان ها جی کیو ان، کاپل شدن با جی کیو. یوتیوب فالو میکرد آی پی 3 دای لوکوتریان A4 میده C4 D4 E4 F4 تازه اف ام جو گفته، و خود B4 میشه BLT4 و BLT1. نوشتم اینجا BLT1 و BLT2 کموتاکتیک اکشن و نوتروفیل جذب کننده هستن، ولی این C4, D4, E4, F4 ها نوشتم که سیستئینیل لوکوتریان هست. میگفت سیستئلتی یعنی سیستئینیل لوکوتریان هست. بعد همین اینا رسپتوراشون چون سیستئینیل لوکوتریان هست، رسپتوراشون سیستئینیل لوکوتریان 1 و 2 وازودیلیشن، پلاسما اکستراوازیشن، برونکو کانستریکشن و ماس و موکوس سکرشن میارن. کامپتیتیو آنتاگونیست آف سیستئینیل لوکوتریان 1 رسپتور زافیلوکاست و مونتلوکاسته که فور رسپیریشن فارماکولوژی توضیحش داده اینا رو.